عرض کنم مدت هاست سخن بر سر این است که یک هلال شیعی که اخیراً شده به امپراتوری شیعی تغییر نام داده توسط جمهوری اسلامی داره در منطقه خاورمیانه درست میشه. شاید در آغاز یکی دو سال پیش که سخن از چنین موضوعی میرفت باورش برای همه چندان راحت نبود، اما امروز پس از همه رویدادهایی که در منطقه اتفاق افتاده به نظر میاد که این پدیده جدی است. البته هنوز به مرز نهاییش نرسیده که دشمنان و رقبای جمهوری اسلامی عملا وارد نزاع رسمی با جمهوری اسلامی بشوند، اما ما میبینیم که جمهوری اسلامی خب لبنان رو در جنوبش با حزب الله گرفته، در عراق حزب شعبی درست کرده، در سوریه فاطمیون و زینبیون درست کرده، در یمن حوثی درست کرده و کل همه اینها رو هم که سپاه قدس که وابسته به سپاه پاسداران هست داره هدایت میکنه و هزینه های سنگینی هم جمهوری اسلامی از این بابت ها میده. حتی در افغانستان هم داره کارهایی میکنه، از قدیم هم کرده، الان هم داره اینا رو گسترش میده و به نظر میرسه که اگر کسی یا جریانی یا مردمی ترمز نکنند جمهوری اسلامی رو، هیچ بعید نیست که پس از باز کردن یک راه از ایران تا جنوب لبنان هم مرز اسرائیل هم بشود و اسرائیل رو تحریک کنه و باعث بشه که در اونجا در واقع جنگ آغاز بشه. امروز در خبرها شنیدم که جمهوری اسلامی به کمک حزب الله در جنوب لبنان در کانال‌های 50 متری عمق زمین کارگاه‌های ساخت موشک‌های نیمه بالستیک راه انداخته که تا 450 کیلومتر برد دارن، یعنی همون شیوهی رو که در فردو و جای دیگری در ایران به کار بردن و در زیر زمین کارگاه درست کردن، انبار کردن، در لبنان هم در این کار می‌کنه. این تازه چیزیست که بیان شده و احتمال هست که در سوریه هم این کار رو بکنه، در یمن هم این کار رو بکنه، در عراق هم این کار رو انجام بده. همه اینا نشون میده که ما واقعا باید این پدیده رو با یک نگاه واقع بینانه نگاه بکنیم. سوای اینکه همه ما در جایگاه اپوزیسیون با همه اقدامات این رژیم مخالف هستیم و به حق هم مخالف هستیم، چون نتایج نهایی این هلال شیعی یا امپراتوری شیعی ویرانی تمام منطقه از جمله خود ایران خواهد بود، با این همه باید با دقت این رو زیر نظر داشت و در جایگاه تحلیلگران سیاسی باید ببینیم که این واقعا چقدر جدی است و همیشه نباید گفت جمهوری اسلامی ضعیف است و نمیتواند و نمیشود و چه و چه های دیگر، شاید هم بتواند و بشود اگر شد تکلیف چی میشود. بحثی که امروز من در میزگردم با حضور میهمانان ارجمندم میخوام مطرح کنم همینه و در واقع میخوام ازشون خواهش کنم و بپرسم که این هلال شیعی و امپراتوری شیعی تا کجا پیش رفته و تا کجا میخواد پیش بره و در کجا به اون استکاک نهایی ممکنه برسه که امیدواریم به جنگ کشورها و متحدین آمریکا و عربستان با ایران نینجامه، چون همه چیز باد خواهد رفت، اما هیچ وعید هم نیست که چنین بشود. این رو بررسی میکنه. من دعوت کردم از جناب آقای دکتر بهرام آبار که در مورد نقش و نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و لشکرهایی که در اونجا داره با ما سخن بگم و جناب آقای دکتر احمدی در مورد یمن و لبنان موضوع رو باز بشکافند و بررسی کنند و جناب آقای دکتر حسن کیانزاد در مورد سوریه. و از اونجایی که نمیخوام این میزگرده خیلی طولانی بشه و دوست دارم شما بینندگان و شنوندگان این برنامه از رادیو مانی تا انتها بنشینید و بشنوید، سعی میکنیم
کارمون رو جمع و جور بکنیم. بنابراین من ضمن خوشامدگویی به یاران همیشگی هم در میز گردهای رادیو از جناب آقای آبار آغاز میکنم. آقای آبار، شما قضیه رو چگونه میبینید؟ ما شما رو میبینیم و میشنویم، بفرمایید. درود میگم خدمت شما جناب مانی و درود میگم خدمت جناب دکتر کیانزا، جناب دکتر احمدی که در این برنامه تشریف دارند. همچنین درود مخصوص من به بینندگان عزیز رادیو مانی است و شنوندگانی که در این برنامه خواهند شد. عرض کنم خدمتون که عراق برای جمعیت شیعه ایران اهمیت بسیار زیادی داشت همیشه. می‌دونیم که خب عتبات عالیات و کربلا و نجف و غیر ذلک برای شیعه‌گران بسیار بسیار مهم است و همیشه چشم این افراد به اونجا بود. البته در زمان رژیم گذشته محمد رضا شاه روابط بسیار دوستانه‌ای داشت با کشورهای همسایه، همچنین با عراق. البته با عراق یه مشکلی داشتیم، یه مشکلی داشتند که اون هم در رابطه با اروندرود بود. اون رو هم محمد رضا شاه حل کرد، یعنی در قرارداد الجزیره این مشکل هم برطرف شد. اما وقتی که خمینی آمد ورق برگشت. من البته میخوام یه مقدار به عقب برگردم و عرض کنم خدمتتون که در حین جنگ جهانی دوم روسیه، انگلیس و همدستش امریکا برای حفظ منافعشون و رسیدن به منافع بیشتری که من از پرداختن به جزئیات اون میخوام خودداری بکنم، با تجاوز و اشغال ایران، با تبعید رضا شاه و در حقیقت دخالت عملی و علنی در امور ایران، حتی میخواستن ایران رو تجزیه کنن. بنابراین این خطر رو تونست آقای محمد علی فروغی که اون زمان هم نخست وزیر در زمان رضا شاه بود و بعد هم یکی از میخوام بگم سیاسیون به نام ایران بود، تونست اینو برطرف کنه و محمد رضا شاه رو بر تخت سلطنت بنشونه، یعنی قبول به اونها قبول به امریکا و به روسیه و انگلیس که محمد رضا شاه باید جای پدرش رو بگیره و با در حقیقت پادشاهی محمد رضا شاه این مشکل برطرف شد، یعنی مشکل تجزیه ایران. ولی که خب مشکلات دیگری وجود داشت که حالا من باز به اون نمیخوام بپردازم و مشکل اساسی ما این بود که محمد رضا شاه با اون روش دموکراتش، دموکرات منشانش، در ایران یک وضعیت آزادی برای تأسیس احزاب، برای تأسیس سندیکاها، برای اینکه در ایران یک مجلس مردمی وجود داشته باشه، در حقیقت یک عمل، یک زمان، یک دوران بی‌نظیر رو گذروند. ولی در این دوران روسیه و انگلیس و حتی امریکا هم بیکار ننشستن. ما میدونیم که روس‌ها به خصوص خود استالین با اون 53 نفری که در زمان رضا شاه در زندان بودند، اون کمونیست‌ها رو مأمور کرد که حزب توده را در ایران تشکیل بدن، یعنی در حقیقت یک حزب خائن، یک حزبی که فقط منافع روسیه رو در نظر داشت و حزبی که با کاگبه روسیه کار میکرد. انگلستان هم سعی میکرد در رابطه با انتخابات ایران، در رابطه با تشکیل دولت ایران اعمال نفوذ بکنه. افرادی رو داشت، کسانی را بودن که در حقیقت برای انگلیسا کار میکردن. امریکا هم تقریبا به همین طب، به همین منوال این سر میکرد. بنابراین ایران در اون زمان و قبل از اون یا حتی بعد از اون هم در چارچوب سیاست‌های این کشورها قرار داشت و اونا در ایران منافع خودشون رو می‌دیدن، منافع استراتژیک داشتن، منافع گاز و نفت داشتن، به خصوص نفت، و سعی می‌کردن که هر کدومشون اعمال نفوذ بکنن و بتونن اون رو در اختیار بگیرن و بیشتر از اون در اختیار داشته باشن. خب همه ما می‌دونیم که چه مشکلاتی برای ایران در اون زمان به وجود آمد و رژیم گذشته چه کارهایی کرد، خود محمد رضا شاه چه مشکلاتی داشت با اینها، و ولی که خب تا حدود زیادی تونسته بود که وضع ایران رو در منطقه مستحکم بکنه و بتونه به کار خودش ادامه بده.
کار خودش یعنی چی؟ یعنی به ساختار صنعتی ایران و به رسیدگی به وضعیت ایران و فروش نفت و غیره و غیره. متاسفانه این مشکل، این میخوام بگم کاری که انجام میشد، با آمدن خمینی به یک مشکل بزرگ برخورد کرد. با آمدن خمینی در حقیقت به کلی وضعیت فرق کرد و این مسئله که مسئله نفت و گاز که برای دنیا اهمیت داشت باز هم اهمیت بیشتری پیدا کرد. ما میدونیم که خب سه کشور عربستان، عراق و ایران بیشترین نفت دنیا رو دارن. عربستان اول، ایران دوم، عراق هم سومه. گذشته از این که ایران به عراق در حقیقت نظر دیگری داشت یا خمینی نسبت به عراق نظر دیگری داشت، آمریکا هم در حقیقت هم به ایران هم به عراق نظر دیگری داشت. به این ترتیب خمینی با اون کارهایی که کرد، با اون میخوام بگم تحریکاتی که کرد، باعث شد که صدام حسین به ایران حمله بکنه و خمینی هم این حمله رو، این جنگ رو گفت نعمت است. خب ما میدونیم 8 سال طول کشید و در عرض این 8 سال میلیون ها ایرانی از بین رفتند و عراقی همچنین، بسیاری در جنگ معیوب شدند، مصدوم شدند و خسارات بسیاری به هر دو کشور خورد. نتیجه این بود که خب امریکا و کشورهایی که اسلحه میدادند برنده این کار بودند، اسلحه به عراق و به ایران. بعد از اون که این امر برگزار شد و امریکا باز هم به عراق حمله کرد، من به خصوصیات به جزئیاتش نمیپردازم، و عراق رو در حقیقت صدام حسین رو برکنار کرد و عراق رو ویران کرد، ایران یا جمهوری اسلامی تونست در عراق پا بگیره، تونست در عراق در حقیقت اون بزرگترین دشمنی رو که در عراق داشت، صدام حسین رو، آمریکا برای ایران برکنار کرد و سپاه پاسداران ایران در عراق شروع کردن به فعالیت و تشخیص شیعیان عراق، و عراق شد در حقیقت یکی از مستعمرات غیر مستقیم ایران. و این کار در حقیقت پیشرفت داشت، ادامه داشت و سوریه بعد از اون آمد، لبنان و حزب الله و غیر ذالک، و خلاصه به این ترتیب تونست خمینی و بعد از اون هم خامنه ای فتوحاتش رو بست بده. البته این فتوحات غیر مستقیم بودن، مستقیما عمل نمی شدن، بلکه علتش داعش بود، علتش مشکلات دیگری که با داشتن، ولی در هر صورت اینها همه به نفع ایران تمام شد. حتی در 4 سال پیش کیسینجر پیشگویی کرده بود که ایران در حال تشکیل یک امپراتوری شیعه در خاورمیانه است. من فکر میکنم که امریکا هم کمک میکرد به این موضوع، یعنی میخواست که در حقیقت اون کمربند سبز به دور روسیه محکمتر بشه. این کمربند سبز در زمان در حقیقت روسیه سابق، یعنی روسیه کمونیست، به وجود آمد و بعد هم به مرور محکمتر شد، طوری که الان ما میبینیم اکثر کشورهای خاورمیانه در چارچوب کارهای سیاسیشون با آمریکا همکاری میکنن و میخوام بگم که دوروبر ایران رو محاصره کردن کشورهایی که با آمریکا همکاری میکنن. ولی در این حال آمریکا در زمان اوباما کمک های بسیار زیادی به حکومت اسلامی کرد که بتونه اون قدرت خودش رو حفظ کنه و حتی بست هم بده. به هر صورت من معتقد هستم که خامنه ای وقتی که به قدرت رسید، چون هنوز اون قدرت خمینی رو نداشت، نتونست جلوی بسیاری از کسانی که از بسیاری از اون آیت الله هایی که مخالفت میکردن با سنیتی، جلوی اونها رو بگیره و موضوع شیعه سنی بالا گرفت، شدیداً بالا گرفت. البته در زمان خمینی هم موضوع شیعه سنی وجود داشت، ولی خمینی سعی میکرد اون رو کوچک نگه داره. در زمان خامنه‌ای بالا گرفت و این سنی و شیعه گری باعث شد که در حقیقت امریکا هم از این موضوع استفاده بکنه و سعی کنه که این تو کشور در مقابل هم قرار بده. ما میدونیم که خرید اسلحه عربستان سعودی میلیاردها، صدها میلیارد دلار خرید اسلحه به خاطر این است که از یک ایران شیعه میترسه و از یک جمهوری شیعه در خاورمیانه این خطر رو احساس میکنه و نمیخواد که یک امپراتوری شیعه در منطقه خاورمیانه وجود بیاد. اما این در حقیقت در حال به وجود آمدنه. من حتی میخوام بگم که تا حدود زیادی هم به وجود آمده و ما میدونیم این نیروی سپاه پاسداران قدس که در خارج از ایران کار میکنه، اون قاسم سلیمانی، خودش یکی از
مهمترین افرادی است که به اون خواسته های خامنه ای برای ایجاد یک امپراتوری شیعه کمک میکنه و او هم طرفداری ایناست که باید در منطقه یک امپراتوری شیعه به وجود بیاد که بتونه در مقابل این حکومت سنی یعنی عربستان سعودی و طرفداران او و کسانی که در حقیقت با عربستان سعودی کار میکنن مانند ترکیه و حتی کشورهای مختلفی از شمال آفریقا و کشور پاکستان و غیرزالک بیشتر مقاومت بکنه. به هر حال من معتقد هستم که این خیال باطل از طرف خامنه ای در حال اجراست، در حال انجامه و احتمال داره که حتی هم با کمک بسیاری از کشورهای دنیا به نتیجه بهتری برسه، مگر اینکه خب در خاورمیانه یک جنگی به وجود بیاد، جنگی به وجود بیاد که این معادله رو به هم بزنه. ولی به نظر من فعلا احتمال این جنگ خیلی کم میره، چرا که سعی این کشورها در این است که ایران یا جمهوری اسلامی در یک وضعیت ضعیفتری قرار بگیره که این رو ما الان داریم میبینیم که وضعی جمهوری اسلامی به خاطر اون موشک پرانی ها و کارهایی که سپاه پاسداران میکنه به کلی تغییر کرده. یعنی دونالد ترامپ سعی میکنه که یک تحریم همه جانبه بر علیه سپاه پاسداران به وجود بیاره که در حال به وجود آمدنه. اما بگوییم که عراق در این میانه به خاطر مشکلاتی که در داخل خودش داشته، داعش و حکومت غیرقانونی کردستان عراق، البته کردستان عراق سالها بود که میخواست خودمختاری اعلام بکنه، هنوز هم این کار رو میخواد انجام بده، ولی در این حال حکومت عراق کاری در اونجا نمیتونه انجام بده، بلکه کردستان در حقیقت توسط اون کسانی که در اونجا حاکم هستن اداره میشه و نفت کردستان اونجا به فروش میره. اما سپاه قدس در اونجا نفوذ بسیار زیادی داره، سپاه پاسداران، و میتونه روی اونها تأثیر بگذاره. بنابراین من میخوام بگم که با این وضعیت نامشخصی که الان در عراق وجود داره، یعنی جنوب شیعه نشین در مرکز بسیار یک میخوام بگم طیف کوتاهی از سنی نشینان و در شمال اون کردهای عراقی که البته اونها بسیاریشون سنی هستند، شیعه هم دارند، ولی در این حال با کشور عربستان سعودی و سنی های عرب کار آنچنانی ندارند. و هر صورت جمهوری اسلامی تونسته نفوذ بسیار زیادی در عراق داشته باشه و عراق رو در حقیقت تحت تسلط خودش قرار بده. بنابراین به نظر من این امپراتوری شیعه در حال شکل گرفتنه، باید دید که در آینده چه خواهد شد و به خصوص سیاست امریکا و اروپا در قبال جمهوری اسلامی چه خواهد بود. آیا اونها تقویت خواهند کرد؟ آیا اونها میخواند که این تشنج، این احتمالا جنگ یا جنگهای کوچک در بین کشورهای سنی و کشورهای شیعه به وجود بیاد که اونا بتونن بهتر کار خودشون انجام بدن، بهتر بتونن منابع رو چپاول بکنن، بهتر بتونن اسلحه بفروشن، پول اینها رو در حقیقت جیب خودشون بکنن. ولی باید دید که آینده چه خواهد بود. سپاسگزارم از اینکه این وقت به من دادید و این گفتار رو من ترک میکنم. لطف کردید جناب دکتر آوار گرامی، به شما بدرود میگم تا میزگرد آینده و برمیگردم به آقای دکتر سعید احمدی، کارشناس مسائل سیاسی ایران و منطقه. آقای دکتر احمدی خیلی خوش آمدید همچون همیشه. عرض کنم که جناب آبار اشاره داشتن به وضعیت جمهوری اسلامی در عراق پس از ترک عراق توسط آمریکا و نفوذ روزافزون سپاه قدس و جمهوری اسلامی، نه فقط در عرصه نظامی بلکه در عرصه‌های دیگر. دوست دارم از شما بشنویم که نظر شما درباره نفوذ و یا دنباله‌های همین امپراتوری شیعی در لبنان و یمن چگونه است. در خدمت شما هستیم. سپاسگزار هستم جناب مانی گرامی و با
های گرم من حضور سروران حاضر در نشست، جناب آبار و جناب دکتر کیانزاد و همه همیهنان نازنین. اجازه بفرمایید قبل از اینکه من به پاسخی به پرسش جناب عالی عرض کنم، یک مقدمه ای رو اینجا عنوان کنم و آن این است که اساساً چرا جمهوری اسلامی به خود اجازه میدهد که در منطقه به این توسعه طلبی نظامی ادامه بدهد و همچنین دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر بکند، زیرا که شناخت علت این موضوع بسیار اهمیت دارد از اینکه بدانیم چگونه میشود این حرکت رو متوقف کرد. با روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی، آقای آیت الله خمینی نظرات سیاسی رو مطرح کرد که از جمله اون نظرات مبارزه با امپریالیسم غرب و به خصوص آمریکا بود و حمایت از مسلمانان در هر کشور اسلامی و یا در هر کجای جهان و برپایی گروه‌ها و سازمان‌هایی با کمک جمهوری اسلامی برای احقاق حقوق مسلمانان و مستضعفین حتی غیر مسلمان. بر اساس این دکترین سیاسی روح الله خمینی ما دیدیم که سازمان‌هایی هم در داخل ایران شکل گرفتن و هم در خارج از ایران در کشورهای دیگر اسلامی یکی بعد از دیگری تشکیل شدن و حمایت‌های بی‌دلیل جمهوری اسلامی به لحاظ مادی و لوجستیکی و اطلاعاتی سبب رشد این نیروها شد و رشد اونها سبب شد که خصوص یک محور دیگری در برابر این از مسلمانان اهل سنت تشکیل بشود، به خصوص بعد از اینکه جورج بوش دوم برخی از کشورها من جمله جمهوری اسلامی و سوریه همراه با کره شمالی رو در زمره محور شرارت قرار داد، محور دیگری تشکیل شد از سال 2002 به این سو که محور مقاومت نامیده میشه و در واقع این محور مقاومت با رهبری جمهوری اسلامی یک هلال شیعی رو تشکیل داد که در برابر اون هلال سنی شکل گرفت و امروز منجر شده است به این جنگ های فرقه. لذا اگر بخواهیم به علل دخالت جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر منطقه اشاره کنیم، یک دلیلش دلیل فقهی است، یعنی اینکه آقای خمینی معتقد بود بر اساس احادیث که از پیامبر نقل شده است که کسی که صدای مظلومی رو در جایی بشنود و برای کمک به اون نرود اساسا مسلمان نیست و بر همین اساس آخوندهای دیگر مثل مرتضی مطهری هم داستانهای مشابهی رو گفتند و دیدیم که در برابر اسرائیل چقدر اینها مرتب هم آخوندهای ایرانی و هم آخوندهای غیر ایرانی درخواست کردند از اتحاد مسلمانان در برابر اسرائیل. این نمونه فرقیش است. اما نمونه دیگری که بسیار بغرنجتر از این مسئله فرقی هست، مسئله مصالح ملی هست. مصالح ملی از دید ما ایرانی ها مصالحی است که برمیگردد مستقیما به ملت ایران، به تاریخ ما، پیشینه ما و حضور ما در یک منطقه گسترده، حضور معنوی ایران و در واقع صحبت در اینجا صحبت از ایران فرهنگی است در یک منطقه بسیار وسیعی از شمال آفریقا تا آن سوی رود سن و همچنین از شمال قفقاز تا اقیانوس هند و در یک چنین منطقه بزرگی که ایران فرهنگی گسترده است، ما جویای منافع ملی خودمون بودیم و بر اساس تعریف مصالح ملی در زمان رژیم پادشاهی ایران، ما در حال تعامل با کشورهای دیگر و نیز کمک‌های مؤثر به کشورهای دیگر هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ تأمین صلح و امنیت در منطقه. تعریفی که این آقایان از مصالح ملی دارند تعریف مخدوشی است که ترکیبی است از ایران اسلامی یا
یا اون هویت ایرانی اسلامی که ایرانیان بعد از یورش تازیان پیدا کردن و به تبع وقتی که مصالح ملی بر اساس اون دیدگاه ایرانی اسلامی مطرح می شود، اسلام نوع شیعی مطرح می شود و اسلام نوع شیعی مسلماً در برابر اسلام نوع تسننی قرار می گیرد و نتیجه وضعی است که ما امروز در خاورمیانه داریم می بینیم و این گرفتاری هایی که در منطقه وجود دارد. و در اصول 152 تا 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم همین مسائلی که بر اساس احادیث و اخبار آمده است درج شده و این رژیم رو ملزم کرده است که به دفاع مثلا از حقوق کسانی که در کشورهای دیگر تحت ظلم و ستم قرار گرفتن و صد البته که به عنوان دفاع از حقوق این مستضعفین یا غیر ذالک اینها ناگزیر هستن که برون و یعنی مجوز پیدا میکنن که در کشورهای دیگر دخالت. اما در مورد سپاه قدس بایست اینجا عرض بکنم که با روی کار آمدن خمینی ما دیدیم که ارتش شاهنشاهی ایران رو در واقع مزمحل کردن، افسران ارشد و فرزندان رشید ایران رو همه رو به جوفه های اعدام سپردن و در برابر اون سپاه پاسداران رو درست کردن و از دل سپاه پاسداران در دوران جنگ ایران و عراق سپاه قدس رو درست کردن که در واقع شاخه برون مرزی سپاه پاسداران است برای انجام اهداف جمهوری اسلامی در منطقه. در لبنان سپاه قدس توانست از خلایی که در کشور لبنان به وجود آمده بود، یعنی بین سالهای 1975 تا 1990 که جنگ های داخلی لبنان برای 15 سال جریان داشت و علت این جنگ رو هم من اشاره گذرا میکنم که در واقع ترور نافرجام رهبر فالانج های لبنان بود، آقای پیر جمیل، که سرانجام فرزند او رو هم کشتن فلسطینی ها، شاخه های فلسطینی مربوط به آقای یاسر عرفات، و به این ترتیب جنگ های داخلی در لبنان شروع شد و لبنان در وضعیتی قرار گرفت که به لحاظ سیاسی توازن خودش رو از دست داد و محیط امنی شد برای جمهوری اسلامی که بتواند در اونجا یک ریشه هایی رو به وجود بیاورد و به این ترتیب بود که در سال 1980 پایه هایی برای گردآوری نیروهای شیعه در لبنان درست شد و میبینیم که رسما در پایان جنگ داخلی لبنان حزب الله شکل میگیرد رسما و با ترور اون آقای سید عباس موسوی که توسط اسرائیلی ها کشته شد، آقای حسن نصرالله در 1992 جانشین آن میشود و رسما از آن پس حزب الله به عنوان بازوی نظامی جمهوری اسلامی در لبنان و در سراسر منطقه عمل میکنند، به طوری که امروز در سوریه شاهد دخالت های اینها هستیم، در یمن، در افغانستان، در سودان و در سایر کشورهای اسلامی. پس بنابراین جمهوری اسلامی کوشید تا یک شاخه نظامی قوی و در این حال سیاسی که بتواند در منطقه خواستهای جمهوری اسلامی رو اجرا بکند به وجود بیاورد و دیدیم که برخی از کشورهای بزرگ دنیا هم مثل آمریکایی ها به طور کلی حزب الله رو در زمره گروه های تروریستی قرار دادن، ولی برخی دیگر مثل بریتانیا فقط بخش نظامی، شاخه نظامی اون رو در زمره گروه های تروریستی قرار دادن و شاخه سیاسی رو به عنوان یک گروه تروریستی نشناخت. ولی به هر روی آنچه که می توانیم بگوییم از دخالت های حزب الله در جنوب لبنان این است که با هزینه های بسیار سنگینی که بر دوش ملت ایران واقع شده است، جمهوری اسلامی کوشیده است تا برای پیشبرد ایدئولوژی شیعی خودش و سرانجام ایجاد آن امپراتوری شیعی که روح الله خمینی در پی آن بود بکوشد تا به هر قیمتی شده است به این مسئله دستیابی پیدا. اما در یمن هم وضع دیگری پیش آمد و آن این است که هوتی‌های یمنی که در واقع از شیعیان
زیدیه هستند و یک سوم جمعیت 25 میلیونی یمن رو تشکیل میدهند. اینها به رهبری بدرالدین حوتی که در واقع او در سال 2004 به دنبال این شد که بخش شمال غربی یمن رو در واقع خود مختار اعلام بکند و منطقه مسعده که هم مرز با عربستان سعودی است و به این ترتیب می تواند رخنه بزرگی از اون طریق در شبه جزیره عربستان داشته باشد و از سوی دیگر کنترل کشتی های نفتکش و کشتی هایی که گاز مایع رو حمل می کنند در دهانه باب المندب رو تحت کنترل بگیرد. می بینیم که جمهوری اسلامی متوجه اونها شد و با اینکه حوتی ها بارها اعلام کردند که حمایت از جمهوری اسلامی نمی گیرند، اما شواهد بسیار زیادی در دست است. کشتی هایی که مصادره شده و سلاح می بردن برای حوتی ها، کمک های مالی که جمهوری اسلامی کرده است و در واقع جمهوری اسلامی کوشیده است که شاخه دیگری از حرکت سیاسی و نظامی خودش رو در جنوب شبه جزیره عربستان به وجود بیاورد تا از یک سو بتواند نفوذ به داخل جزیره‌العرب بکند و از سوی دیگر بتواند در مصب اقیانوس هند به دریای سرخ، یعنی در باب المندب، عبور و مرور کشتی ها رو هم به گونه‌ای تحت کنترل خودش در بیاره و به این ترتیب هژمونی جمهوری اسلامی رو در منطقه گسترش بدهد. به همین جهت است که ما شاهد هستیم که هر روز درگیری های جدیدی میان دو نیروی قدرتمند منطقه، یعنی جمهوری اسلامی از یک سو و عربستان سعودی وهابی از سوی دیگر صورت میگیرد و کشورهای دیگر منطقه هم ناگزیر شده اند مثل روال طبیعی جهان در مدار یکی از این دو قدرت قرار بگیرند و بدیهی است که شاهد هستیم که کشورهای منطقه در مدار عربستان سعودی قرار گرفتند، اما نیروهای ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی به خصوص نیروهای انصار الله در یمن و حزب الله در جنوب لبنان و همچنین شیعیانی که در عراق هستند و در سوریه، اینها اون هلالی رو که خواست روح‌الله خمینی بود از رو به وجود آوردن و به قیمت گرسنگی ملت ایران و فجایعی که به طور روزمره در زندگی ایرانیان رخ می‌دهد، آوارگی چند میلیون ایرانی و فلاکت ده ها میلیون ایرانی در داخل کشور، رژیم هنوز هم مصر است و میکوشد تا هژمونی سیاسی و نظامی خودش رو در منطقه گسترش بدهد به قیمت بسیار سنگینی که برای ما تمام شده است. اما آنچه مسلم است این است که جامعه جهانی در برابر این زیاده طلبی های جمهوری اسلامی هم ساکت ننشسته و نخواهد نشست و ائتلافی که اخیراً در منطقه به وجود آمده و کشور اسرائیل هم در این ائتلاف شرکت دارد و مورد حمایت کشورهای بزرگ جهان مثل ایالات متحده و بریتانیا قرار گرفته و سخنانی که اخیراً خانم نیکی هلی نماینده دائم یا سفیر دائم ایالات متحده در سازمان ملل متحد همراه با نمایندگان سه کشور دیگر فرانسه، آلمان و بریتانیا ابراز کرد، حکایت از این دارد که روش کشورهای قدرتمند دارد جهت دیگری پیدا می کند و کشورهای منطقه هم همراستای با کشورهای قدرتمند جهان می کوشند تا به طور کلی قدرت جمهوری اسلامی رو در هم بشکنند و شوربختانه تحرکاتی هم در مرزهای شرقی ایران در جریان است و هم در مرزهای غربی ما، و چه بسا ممکن است شاهد تحرکات دیگری باشیم از طرف شمال و به این ترتیب برای تضعیف رژیم کوشش‌های در حال شکل‌گیری است و خود این کوشش‌ها می‌تواند خطرات بالقوه‌ای برای استقلال ایران و تمامیت ارضی ما داشته باشد که هوشیاری اپوزیسیون و طرح‌ها و برنامه‌هایی که بتواند جلوگیری از همه این فجایع بکند از اهم کار ما در اپوزیسیون بایستی باشد.
بسیار سپاسگزار هستم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. درود و سپاس جناب دکتر سعید احمدی. همچون همیشه از نظرات کارشناسی شما بهره گرفتیم. شما هم همچون آقای دکتر آبار بر این باور هستید که بخش‌هایی از این امپراتوری شیعی تحقق پیدا کرده، گرچه در تضاد با منافع ملی ما ایرانیان هست، اما داره جامعه ایران، کشور ما رو آرام آرام به سمت استکاک نهایی هل میده و ممکن است که یک فاجعه بزرگ در منطقه اتفاق بیفته. خب برگردم به جناب دکتر حسن کیانزاد. آقای کیانزاد، دوستان به مسائل جمهوری اسلامی در عراق، لبنان و یمن اشاره کردند، اما جمهوری اسلامی الان نقش بزرگی رو هم در سوریه ایفا میکنه. آنچه که از سوریه در دست بشار اسد باقی مانده در واقع بخشی از حیات خلوت جمهوری اسلامی است. بخشای دیگری هم که تقسیم شده بین گروه های متخاصم و برخی هاشون به سرکردگی اتحادیه آمریکا، اتحاد کشورهایی که آمریکا رهبریشون رو به عهده داره، اینها هم در تحولات که داره پیش میاد، اگر همه چیز آنگونه که آنها میخوان پیش نرود، جمهوری اسلامی در سوریه هم قدرت فراوانتری پیدا خواهد کرد و ای بسا در غرب سوریه به دریا هم برسد و اونجاست که دیگه میشود گفت اون هلال شیعی کامل شده، گرچه تحقق نهایی پیدا نکرده، اما شکل نهایی خودش رو از الان داره نشون میده. شما قضیه امپراتوری شیعی رو اصولا چگونه میبینید و وضعیت این موضوع رو در سوریه چگونه میبینید؟ و خواهش میکنم از شما که پس از اینکه سخنان دوستان رو شنیدید، یک جنبندی هم بدهید که آیا ممکن است کشور ایران به مرحله جنگ رسمی و رو در رو با آمریکا و متحدان عربش نزدیک بشه و این جنگ رسما اتفاق بیفته و اون وقت چه سیاراتی خواهد داشت برای تمام منطقه، برای کشور ایران و برای مردم ایران؟ خوش آمدید، ما بیننده و شنونده شما هست. بفرمایید. بله، با درود و سپاس از دعوتی که جناب مانی عزیز بار دیگر از من کردید و همچنین با درود به سروران گرامی جناب دکتر احمدی و دکتر آبار و درود به همیهنان گرامی در درون و برون از میهن عزیزمون ایران زمین. خب به هر روی در رابطه با این تابلویی که امروز پس از 38-39 سال حاکمیت جمهوری اسلامی پیش روی ما قرار داره، این است که این جمهوری در آغاز برپاییش، و من همواره اشاره بر این دارم که بنیانگذاره این جمهوری فاجعه آفرین یا انقلاب فاجعه آفرین 57، این بود که از همون روزهای نخستین جناب خمینی گفت که سمت و سوی این سیاستی رو که در واقع جمهوری رو که ایشون پایگذاری کرده چیست، و این سمت و سو هم هیچ معنا و مفهومی جز این نداشت که رو به سوی حال جناب عالی سخن از امپراتوری اسلامی و یا خلافت اسلامی که داریم یا بیش از 1400 سال ازش گذشته و جز چند صد سال در واقع نتوانست بپاید، ایشون بار دیگر و در بسیاری از صحبت‌هاش هم همواره در رابطه با گذشته و از امامان
و به ویژه من هنوز یادمه هنگامی که سخن از امام جعفر صادق به میان آورد، سخنش این بود که بله ایشون هم به دنبال همین فکر در رابطه با خرافت اسلامی و وحدت به اصطلاح کشورهای اسلامی یا در واقع بود، ولی شکست خورد. و این که اگر هم این بار جمهوری اسلامی دچار شکست بشه، این شکست واقع شکست واپسینه، یعنی تا این اندازه ایشون در رابطه با این که آنچه را که در پیش داشتند بتوانه پیش ببره این چنین رادیکال اندیشید و این صحبت را به این صورت در واقع در این جد بیان داشت. به همین صورت هم بود که شروع کرد و گفت همه این حکومت ها در منطقه، چه در سوریه، چه در عشق، چه در ادیجی در عربستان سعودی و حاکیت، اینها فاسد هستند و عراق. یعنی این که خیلی ساده در نخستین سال پس از برپای جمهوری اسلامی جنگ تحمیلی 8 ساله ایران عراق آغاز گشت، یعنی تحمیل کردید. صدام حسین که همواره در واقع در پی این بود که سرزمین خوزستان رو یه سرزمین عربی در واقع میدانست، خب از این فرصت بهره برد. و دوستان اشاره بر این داشتن و در درازه 38 سال گذشتم به این نتیجه رسیدیم که در واقع کشور ما با در نظر گرفتن این که ده ها و ده ها هزار جوانان کشور جان باختن، ویرانی هایی که در کشور ما عرشبت بقا گشت، هنوز اینا نتوانستن در خوزستان به ویژه در خرمشهر و احواز خرابی های جنگ رو پس از گذشت بیش از 30 سال ترمیم بکنن، درست بکنن. اما خب این سیاست پس از اینکه خمینی هم در گذشت، از سوی جانشینش جناب خامنه ای همواره ادامه داشته. ما میبینیم که جناب خامنه ای در واقع چگونه در این رابطه میاندیشه. میگوید که سوریه عضو محور مقاومت بر ضد صهیونیسم و پل ارتباطی با لبنان است، یعنی با حزب الله لبنان، و یا مخالفت با دخالت آمریکا در منطقه خط مقاومت در منطقه است، جوهره بیداری اسلامی در منطقه. و این حرکت یک حرکت ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی است. هر جا به نفع آمریکا شعار داده شود انحرافی است. و بعد سرداران که در واقع میخواهند آنچه را که خمینی و جناب خامنه‌ای میخواهند پیش ببرند در این راستا، تحقق خلافت اسلامی، سردار مهدی طائب میگوید رو سوریه استان 35 و یک استان استراتژیک برای ماست. اگر دشمن به ما حمله کند، یعنی به خوزستان و به سوریه، ما نخست از سوریه دفاع خواهیم کرد. سردار همدانی میگوید دفاع ما در حد دفاع مقدس است. منظورش در واقع جنگ 8 ساله ایران و عراق است و برای منافع انقلاب اسلامی در سوریه در واقع ما می جنگیم. سردار اسکندری فرمانده سپاه ملایر میگوید جنگ ما در سوریه در واقع جنگ ما با آمریکاست.
خب شما وقتی که در واقع این سخنان دهن پرکنه در واقع این سرداران رو میشنوید و همچنین آنچه را که خامنه‌ای همواره مطرح میکند و بعد هم اوضاع احوال منطقه را در همین در واقع سالهای گذشته ببینید در سوریه و اصلا از سوریه این سرزمین به کل ویران گشته و میلیون ها نفر مردمان این سرزمین آواره کشورهای دیگر شدند. به هر حال در همین کشور آلمانی که ما زندگی میکنیم نزدیک 600-700 هزار نفرشون رو در سال 2015 در اینجا در واقع بهشون جا و مکان دادند. مرگ و میر، بیماری، عرض شود که گرسنگی، محرومیت و به همین صورتی دوستان در رابطه با عرض شود که یمن و همچنین کشور عراق سخن گفتند. بنابراین در همین در واقع 38-9 سال گذشته ما میبینیم که به هیچ وجه سیاستگزاران جمهوری اسلامی اینها در راستای پیش برده آنچه را که این جمهوری و بنیانگذارش خمینی در واقع در پیش داشتند به هیچ وجه نتوانستند یک گام مثبتی رو پیش ببرند. برآمدهای سیاستهایی رو که حالا در پیش گرفتند اصولا در کشور خودمون، خب این رو دیگه در واقع همه می دانند و به ویژه میلیون ها انسان ایرانی، همیهنان عزیز ما که شبانه روز در این چند دهه گذشته با در واقع نبود رفاه اجتماعی، محرومیت ها، فقر، گرسنگی، دست به گریبان در واقع هستند، فحشا و اعتیاد و غارتگری حکومتگران و کشور ما رو به این روز سیاه در واقع کشاندند. نه تنها کشور ما رو بلکه در منطقه چه بر سر عرض شود کشورهای دیگر آوردند، یعنی سوریه و عرض شود که یمن و کشور عراق. بنابراین میتوان و بایستی گفته بشه که نه تنها در میان عزیزمون ایران زمین سیاست های این جمهوری، این سیاست حکومتگران با شکست روبرو شده، بلکه سیاستشون هم در راستای پیش برد اون آمادی که در یک دنیای به اصطلاح امروز و در رابطه با تاریخ چند صد ساله گذشته زندگی نه تنها ایرانیان بلکه در اروپا، خب ما اگر توجه بر این بداریم که در همین در واقع اروپا جنگ های جنگ مقدس 30 ساله عرض شود روم که از سال 1618 تا 1664 آلمان و فرانسه و هلند و دانمارک و سوئد بیش از 30 سال تمام این با آن و آن با این جنگیدند. تنها در جنوب آلمان بیش از یک سوم مردمانش از میان برداشته شدند و بعدم بیماری وبا، گرسنگی، مهنت، بدبختی میان عرض شود کاتولیک ها و پروتستانت ها. خب به نتیجه نرسید سرانجام که بعدم رفتند قرارداد صلح در عرض شود مونستر و اسنابروک آلمان نشستند و این جنگ های بیهوده پایان در واقع داده شد. بنابراین آنچه را که امروز ما در رابطه با
و بعد هم پیامدهای دیگری رو که در پهنه سیاست خارجی، خب ما میبینیم که امروز شما و هموطنان عزیز ما توجه حتما به این مسئله دارن، در همین روزهایی که جناب رئیس جمهور حسن روحانی در مراسم تحلیف کسانی رو که ازشون دعوت کردند در واقع آمدند و شرکت کردند، خب یکی از اینها جناب آقای روبرت موگابه 96-7 سال است، یه آدم دیکتاتور که کشور رو به روز سیاه و بدبختی در واقع کشانده. بعد یکی دو تا دیگه از همین عشبت پادشاه لسوتو، ایگور دودان رئیس جمهور مولداوی، چند تا کشور رو برداشتن و بردند و در مراسم تحلیف خب این پرسش مطرح میشه، خب چگونه است که این جهان در واقع نشون داده میشه که در یک چنین مراسمی که عرض شود که پول هواپیما و خرچهای دیگرشون رو بهشون میدن خب نمی آیند و در درازای این 30 سال گذشته تحریم هایی که تحمیل بر ملت ایران در واقع شده. بنابراین سیاست امپراتوری، سیاستی رو که در جهت پاگیری یک امپراتوری در واقع شیعه و شیعیان دوچار شکست کامل شده و در منطقه به هیچ وجه این سیاستی هم که الان باز اینها در پیش گرفتن در سوریه به ویژه، که در واقع راه رو به سوی لبنان باز کردن برای خودشون و جناب علی اشاره بر این داشتی که در اونجا عرض شد در پی ساختن موشک‌های میانبرد بیش از 400 کیلومتری هستند. این یکی از خطرات بزرگی است که خیلی ساده نه کشور اسرائیل و نه عرض شد به ویژه آمریکا و دیگران تحمل خواهند کرد. بنابراین سیاستی رو که این حکومتگران در پیش گرفتند سیاستی است که سرانجام میخوان کشور ما رو به نابودی بکشانند، با در نظر گرفتن این که ما میبینیم که در واقع با خطر در واقع تجزیه کشور روبروز. اما از سوی دیگر من میخواهم توجه دوستان رو و به ویژه مردمان ایران رو به آنچه که جناب دکتر حسن روحانی در این روزها بیان داشته. خب وقتی که جناب روحانی میاد میگوید که انقلاب اسلامی یا انقلاب 57 دنباله انقلاب مشروطیت هست و یا کشور ایران برج بلند دموکراسی است و در واقع کشور قانونمندیست که از قانونمندترین کشورها هست، خب خیلی ساده من میتونم این رو خیلی ساده به این صورت هم ترجمانش و برگردانش رو میتواند این چنین باشد که جناب حسن روحانی پس حالا یا پولمیک یا به صورت دیگری، به خاطر اینکه همگان میدانند هر هنگام که در واقع اینا دوچاره یعنی کم میارند عرصه برشون تنگ میشود. در جنگ 8 ساله هم در واقع دیدیم که جناب بنی صدر رفت زندان و عرض شود که خلبانها رو از زندان آوردند
برای اینکه بیان برند تیارها رو ارشاد پرواز در بیارند و یا سرود ایران رو در واقع سر دادند. در اینجا هم در واقع جزی نیست و من میگویم که با این صحبتاش جناب روحانی خط بطلان بر امر ولایت فقیه در واقع کشیده، چون در واقع اگر در واقع انقلاب 57 اسلامی دنباله انقلاب مشروطه هست، خب پس با مشروعه جناب شیخ فضل الله نوری چه باید کرد؟ با مشروعه جناب خمینی چه باید کرد؟ ایشون باید پاسخگو باشه. بنابراین پس ریاست جمهوری این کشور میگوید که این کشور دارای یک دموکراسی است. و بفرمایید، بگویید که این دموکراسی معنا و مفهومش چیست؟ این جنایات آدم کشی هاست که هر گونه آزادی را از شهروندان میهن ما در واقع گرفتید، اجازه این که مطبوعات آزاد یا رسانه‌های آزادی رو در واقع داشته باشیم به هیچ وجه وجود نداره، احزاب آزاد وجود نداره، هیچ نوع آزادی شهروندی و حقوق مدنی همه رو لگدمال در واقع کردند. بنابراین نتیجه‌ای رو که من میتوانم جناب مانی عزیز بگیرم این است که یک چنین سیاستی در راستای به وجود آوردن یک امپراتوری اسلامی و خلافت اسلامی با شکست مطلق روبرو شده و اینا هیچ چاره ای ندارند جز این که خیلی ساده، من فکر میکنم این صحبت هایی هم که جناب روحانی میکنه کم کم مثل این که در واقع پسکش به گونه ای آوازه هایی در این راستا شاید بخواد باشه، اما ملت ایران در واقع گول نخواهند خورد و برای در واقع اپوزیسیون. من یه اشاره کوچیک دیگه میکنم با وجودی که میدونم سخنم به درازه کشیده. خب ما در این میان هم میبینیم حتی کسانی که خودشون رو جزء اپوزیسیون جمهوری اسلامی میدانند، من در ایران گلوبال در واقع خواندم که باز هم نصر در پی در واقع دموکراسی و سکولاریسم، جدایی دین از حکومت و دیگر در واقع برآمدهای ارزشمند انقلاب مشروطیت ایران باشند، بلکه میاد سخن از هر شود که سنی کشی 500 ساله از زمان صفویه تا اکنون به میان میاره، یعنی جنگ بین سنی و شیعیان. و ما درس نمیگیریم و این کسانی که خودشون در واقع اپوزیسیون جمهوری اسلامی میدانند، این که در این اروپا در بیش از 500 سال پیش مارتین لوتر آمد در واقع پایان داد به این مسائل، رفرم رو در آن هنگام به وجود آوردند و این مذهب هم چاره ای نداره. اونم هنگامی که به طور رادیکال پاشو از دخالت در سیاست در واقع به کل کنار میکشه که رفرمی در واقع به وجود بیاد و از این وضعیت فلاکتبار در واقع مردمان نه تنها کشورمون ایران بلکه منطقه و جهان رو نجات بدند. سپاس فراوان جناب دکتر کیانزاد ارجمند و نیز سپاس از شما بینندگان و شنوندگان این برنامه از رادیو مانی. بدرود با شما تا برنامه بعدی. شادکام باشید. پاینده ایران.